فعالیت زنان مسلمان در ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است به نظر می رسد این زنان با پشت سرگذاشتن مشکلات و تجربه های اسلام حراسانه به خود باوری بیشتری رسیده و در حال تغییر هستند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. زنان مسلمان در آمریکا در حیات سیاسی فعالتر شده و از اشتیاق خود برای حضور در های سیاسی گویند. روی رومان جوان 28 ساله مسلمان اهل ایالت جورجیا در جنوب آمریکا است که روزنامه آتلانتا جورنال در گزارش خود درباره فعالتر شدن زنان مسلمان آمریکایی در سیاست صحبتهای او را نقل کرده است وی میگوید رویای نامزد شدن برای تصدی یک پست رسمی در آمریکا را در سر دارد او بارها در مخیله خود در یک مبارزه انتخاباتی حضور یافته او درباره لزوم تمرکز بر مسائل بهداشت و درمان، آموزش، عدالت اجتماعی و اقتصاد سخن گفته است. او میگوید که میخواهد کلیشه ها و موانع تحمیل شده علیه زنان مسلمان را بردارد. رومان با بیان اینکه کلیشه زنان مسلمان این است که رأی نمی دهند گفت: من ابتدا خارج از هویت اسلامی خود وارد حوزه سیاست شدم. اما خیلی زود متوجه شدم که هویت اسلامی هم برای همراهی در این مسیر ضروری است. رومان افسود زنان مسلمان نامزد در هر انتخابات غالبا از مبارزه با تروریسم و سیاست خارجی حرف میزنند و نه مسائل داخلی که مورد اهتمام مردم است. اگرچه سرشماری ایالات متحده اطلاعاتی را درباره شهروندان خود بر اساس تعلق دینی آنها جمع آوری نمی کند، اما مرکز تحقیقات پیو تخمی میزند که حدود سه ممیز چهل پنج میلیون مسلمان در این کشور زندگی می کنند. یک نظرسنجی در سال 2020 توسط مؤسسه سیاست اجتماعی و تفاهم در آمریکا نشان داد که حدود 78 درصد از مسلمانان این کشور برای رأی دادن ثبت نام کردند. برای رومان این اهمیت دارد که بخشی از چهره متحول جورجیا باشد او یک آمریکایی فلسطینی تبار است که چند ماهی قبل از حوادث 11 سپتامبر به آمریکا مهاجرت کرده و میگوید که هنوز نگرانی هایی را که مسلمانان در مورد فعالیت های سیاسی احساس می کردن به خاطر می آورد وی میگوید بسیاری از اعضای جامعه مسلمانان میخواستند برای جلوگیری از تبعیض از چشم ها دور بمانند اما امروز این رویه تغییر یافته و آنها شجاعت لازم برای رویارویی با مشکلات را پیدا کردند.